سفارت آمریکا 2014 تکرار خواهد شد. سفارت آمریکا در کابل میگوید عبدالله عبدالله در انتخابات 2014 برنده بود، اما به خاطر مصلحت‌ها غنی را شریک قدرت ساخت. اما این بار اگر او نخواهد غنی وارد قدرت نمی‌شود. با شناختی که از عبدالله وجود دارد، این بار هم غنی شریک قدرت خواهد بود. حتی اگر خودش در پست دولتی نباشد، از همین حالا در کابینه آینده دولتی احتمالی دکتر عبدالله نامهایی دیده می شود که مستقیم با دستور غنی وارد دولت شدند. و ما در این گیر و دار مافیایی افغانستان دلتنگ مافیایی حامد کرزی هستند. رضا محمدی رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان میگوید بعدها من فهمیدم که گریه خاصیت توست. برای آینده پسرت در ملأ عام گریستی، برای صلح گریستی، برای هر بهانه. اما ماندلا گریه نمی کند. شاید قاتلان را می بخشید، اما رایزه هم به آنها نمی داد. تو قرار نیست ماندلا باشی. خودت هم فرصت هایت را سوختاندی. تو کشوری به هم ریخته را در فساد و بی‌نظمی غرق کردی. اگرچه صفات خوب بسیاری داشتی، اگرچه همه مردم افغانستان برای تو و برای فراخ‌دلی، جوانگرایی و عطوفت تو دلتنگ می‌شوند. شاید بیشتر از همه دل مافیایی برایت تنگ شود که از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و قراردادهای دروغین و دزدی از نان سربازان و خلاصه صاحبان قصرهای شیرپور و قصرهای قندهار و باغ وحش‌ها که از تو برکت می‌گرفتند بیشتر برایت دلتنگ می‌شوند. ما هم برای تو دلتنگ می‌شویم با همه وجود. برای کلاهت که از تن بره نو به دنیا آمده درست شده و آیندگان ما با عنوان دلیل ظلم آن را بیاد خواهند داشت. بخاطر چپنت که بیوه زنان ازبک آن را با عشق ساختن و حالا در راه رفتن به شفاخانه در حمله انتحاری دست و پایشان قطع شده است. پس دیگر دستی برای ساختن آنها نخواهد بود. تو را به خاطر می سپاریم، چرا که در تاریخ ما هیچ کس چون تو اعتبار بین المللی، پشتیبان، بودجه و شانس و البته قدرت نداشت. تو را چون دریغی به خاطر می سپاریم، چون دردی که امیدوارم تمام شود، چون پدری مهربان اما ناصادق که دلی فراخ داشت و بچه های جوانش با او رشد کردند. در خانهش تلویزیون و رادیو خرید، دیشانتن و لباسهای خارجی آورد، پدری که ما را مدرن ساخت و بعد در دریاها و انتحارها غرق کرد.